عملیات تسخیر و از دسترس خارج کردن 210 سایت و سامانه وزارت خارجه رژیم بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت و واکنش‌های متفاوتی رو در رسانه‌های رژیم برانگیخت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای درویش خوش اومدین، خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین. تسخیر سامانه‌های وزارت خارجه چه بازتابی در رسانه‌های جهان داشت؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، خب این خبر بسیار بسیار بزرگ، تسخیر 210 سایت و سامانه وزارت خارجه رژیم و همینطور دسترسی به بیش از 50 ترابایت بانک های اطلاعاتی اون، خبریست که به سادگی قابل به اصطلاح کتمان و چشم‌پوشی نیست. این خبر در سطح رسانه‌های خارجی نیز سریعا گسترش یافت، انعکاس پیدا کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به این خبر پرداخت و همینطور تلویزیون فاکس نیوز در آمریکا به جزئیات این خبر پرداختند که چطور یک گروه اینترنتی موفق شده به این سایت ها دسترسی پیدا بکنه و سرورها رو از دور خارج کرده و همینطور اطلاعات دقیق و جزئیات بسیار زیادی در رابطه با اسناد مختلفی که به دست آمده بود دادن، از جمله کروکی سازمانی، کدهای پرسنلی، برخی از نشست هایی که اینها داشتن و همینطور اعلام شده بود که پس از تسخیر این سایت ها از همین سایت ها تصاویر و پیام های رهبری مقاومت به آدرس های اون اشخاص فرستاده شده. اسامی بیش از 6000 افراد پرسنل این رژیم، کروکی سازمانیشون، پاسپورت و پاسپورت شمخانی در سفرهای اخیرش، همینطور عضویت امیر عبداللهیان در بسیج و سپاه قدس و جزئیاتی از دیدارهای و نشستهایی که با حزب الشیطان در لبنان داشته. اینها همه جزئیاتی بودش که به تفسیر و به رؤوس اون در این خبرها پرداخته شده بود. از جمله به دنبال این سازمان‌های خبری بزرگی در آمریکا مثل ABC و NBC به این خبر پرداختند. روزنامه‌های واشنگتن تایمز، واشنگتن پست در این زمینه مطالبی منتشر کردند و همینطور روزنامه میامی هرالد و بسیاری از روزنامه‌های دیگری در سطح آمریکا مثل شارلوت ابزرور و سان دیگو تایمز و به اینها پرداختند. از روزنامه‌های عربی که به زبان انگلیسی هم منتشر میشن، از جمله شرق الوسط و العربیه هم به جزئیات این خبر مهم پرداختن. البته باید اضافه بکنم که در این زمینه خود رژیم هم تکذیبی هایی داده بود که اون هم مورد توجه قرار گرفته بود، ولی خب چه میشه کرد؟ متاسفانه برای رژیم وقتی این حقیقت آشکار و بزرگ پیش روی همه خبرگزاری ها و ناظرین بین المللی و سیاسی هست، اینجور تکذیبی ها و به اصطلاح پیام ها اثری نداره. تشکر میکنم این وقتتون در روزو این سوالتون به سوال بسیار به جایی بودش و واقعا باید گفتش که رژیم استیصال و ناامیدی خودش رو با این تکذیبی ها نشوند. بله دقیقا. خب در اسنادی که وزارت خارجه به دست اومده و منتشر شده، چه نکاتی درباره مقاومت ایران دیده میشه؟ بر اساس اسناد افشا شده از وزارت خارجه، چه ارگانهایی برای مقابله با مقاومت ایران اختصاص داده شده؟ سوال بسیار به جایی است. این اسناد به دست آمده که تا آنجا که منتشر شده، علاوه بر کارهای تروریستی، بخش عمده از اونها اقدامات رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستش و این توجه میده ما رو به همون صحبتی که چند سال پیش خود ظریف وزیر خارجه رژیم کرد که اساساً وزارت خارجه رژیم بخشی پوش یا به صلاح لفافی هستش برای اقدامات تروریستی و امنیتیش، که خب عمده اینها هم این اقدامات بر علیه سازمان مجاهدین هستش. در این زمینه از
نوشته ها، دست نوشته هایی که اصلا دیگه به دست آمده بود، صحبت از هفتمین نشستی میشه که باقری با مسئولین بلندپایه رژیم از ارگان های مختلف که در اون شرکت داشتن دارن. در این زمینه عمدتا در رابطه با مسائل در رابطه سازمان مجاهدین هستش و اینکه نقش مجاهدین چی بوده در قیام ها، از بررسی هایی که دارن میکنن در قیام، به خصوص در قیام 1401، اقدامات امنیتی که ارگان های مختلف رژیم هماهنگی هایی که باید با هم انجام بدن و دستور جلسه‌ای که مطرح میکنه، توصیفاتی که میکنه که البته اشاره خواهم کرد در رابطه با سازمان مجاهدین، در رابطه نقش اون به عنوان اینکه یک سازمان منسجم پیشرفته است، سازماندهی داره در داخل و خارج، اخبار موثقی رو مطرح میکنه. صحبت کرده بودن که باید کارهای بسیار متفاوتی مثلا متعددی کرد، از کارهای حقوقی، سیاسی، قضایی، در رابطه با پاپوش ساختن، در رابطه با به قول خودشون بی اعتبار کردن مجاهدین. و افرادی که در این جلسات شرکت داشتن بسیار قابل توجه هستش. من فقط لیست بعضیاشون رو که اگر اجازه بدید اطلاع بدم، وزارت اطلاعات رژیم و دبیر کمیته مقابله با منافقین، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه، نیروی انتظامی ناجا، پلیس اینترپول، این برای اقداماتی است که در خارج خوب دنبال میکنن، پلیس اطلاعات امنیتی ناجا که عرض کردم، و همینطور دبیر ستاد حقوق بشر، یعنی شخصی که در خارج از کشور به توجیه و مالکشی رژیم در تو جنایاتش هستش، در اون هم در برابر اخبار و اطلاعاتی که مقاومت ایران مطرح میکنه، و همینطور اداره کل اروپای غربی و اداره کل مدیترانه شرقی، سخنگوی دیپلماسی رسانه‌ای، اداره کل آمریکا، این که باید با آمریکا یادداشت‌های اعتراضی که باید بدن به آمریکا از طریق سفارت سوئیس و غیره، و بسیار از اقدامات دیگه‌ای که در این زمینه مطرح می‌کنن. ولی اساساً همون چیزی که عرض کردم، کل اقدامات و مسائلی که مطرح می‌کنن در رابطه با کارهایی که باید در رابطه با سازمان انجام بدن، سازمان مجاهدین انجام بدن، و اقداماتی که مطرح می‌کنن که و ارزیابیشون که سازمان یک سازمان پیگیر هستش، برخلاف این آلترناتیو های پوشالی که خودشون هم اونا رو باعث میکنن و میدمن درشون، این سازماندهی داره، نیروهای جان برکف و وفاداری داره که در این زمینه اقدام میکنن. به هواداران مجاهدین اشاره کرده که آدم های پیگیری هستن، به قول خودشون مطرح کردن موزی هن، نمیدونم این کار میکنن کار و غیره. اینها تماما نشون میده که آنچه که برای رژیم از صدر تا زیلش مهمه و خطر محسوب میشه، سازمان مجاهدین و مقاومت سازمان یافته آن هستش، و نه اونچه که در رسانه های خارج کشوری به اصطلاح باد میشه و غیره این حرفا. این همینطور که عرض کردم و در سوال قبلی هم مطرح شد، این خبر و این اسناد به خوبی نشون میده، یعنی صحت این اسناد به حدی است که حتی رسانه های فارسی زبان خارج کشوری هم که عمدتا معلوم الحال هستن و میدونیم که در چه جهتی حرکت میکنن، به تفصیل و جزئیات به این اسناد پرداختن و مطرح کردن که جای تقریبا به قول خودشون شکی در این نمیمونه که این اسناد توسط این گروه منتشر شده. اشاره کردن به سابقه این گروه در تسخیر رسانه های شهرداری و همینطور وزارت به اصطلاح جهاد و سازندگی رژیم که سال گذشته در سالمرگ دجال صورت گرفت. ولی خب یک سند افشا شده از وزارت خارجه که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان به ویژه در بلژیک داشت، مربوط به تلاش رژیم برای معامله بر سر گروگان بلژیکی در ایران با اسدالله اسدیه، دیپلمات تروریست دستگیر شده شون. در این رابطه فضای رسانه‌ها چطور بود؟ خب این واقعا یکی از شرم‌آورترین نکاتی است که در این در رابطه شرم‌آور برای دولت‌های خارجی و مماشاتگران عرض می‌کنم که در این سند افشا شده و نشون میده که اساساً ابتداً مطرح می‌کنه که اساساً کل قضیه اسدی از ابتدا تا الان تا هر جای در تمام مدت تحت
کنترل وزارت اطلاعات رژیم بوده، اثر یک دیپلمات ساده و معمولی نبوده و کارهاش با برنامه ریزی بوده، همونطور که بمبی رو که از ایران با هواپیمای مسافری آورده بود و بعد به عوامل خودش دادش در که در نشست ویلپن منفجر بکنن، و جزئیاتی از دیدارهایی که مفصلا اینها داشتن با در کشورهای مختلف، در آلمان، در بلژیک، و همینطور نشون یک واقعا یکی از سخت‌ترین یا ناراحت کننده‌ترین قسمت‌هاش اینه که برای آزادی اسدی این اینا مبادلات که انجام داده بودن و الان که یک گروگان ایوان کاستر رو گرفتن اونجا، این شخص اساسا آزاد بوده، و وقتی که وزارت خارجه رژیم با بلژیک قول و قرارهایی میذارن در این زمینه، این ایوان کاستر رو دستگیر میکنن تا به عنوان یک اهرم معاملاتی ازش استفاده بکنن، و بعد هم که خب وقتی قضایای مقدار با ورود مقاومت و با پیگیری های مقاومت قضیه مقدار سخت‌تر شد و به دادگاه عالی‌تر در بلژیک مستقر شد، ایران حتی رژیم ایران مسئله شلاق و غیره این چیزها رو برای این شخص مطرح کرد، ولی در عمل آنچه که مشخصه و بارزه و همونطور که گفتم واقعا شرم‌آور هستش اینه که خود دولت بلژیک یکی از به اصطلاح عامل این گروگانگیری بوده تا و که البته خب همش در خدمت سیاست تروریسم و باجگیری رژیم هستش، و این خبر در روزنامه‌های بلژیک منعکس شده که این شخص این قبلا آزاد بوده و بعد از مذاکرات وزارت خارجه با بلژیک این ون کاستل به صورت گروگان مورد استفاده رژیم و در این جریانات قرار گرفته، که البته خب تا اینجای قضیه هم که مسئله به تأخیر افتاده، چون قرار بود که اسدی رو ظرف 48 ساعت بعد از اون معاهده ننگینی که بسته بودن اونو آزادش بکنن و برگرده به ایران به اصطلاح محکومیتش خودشون در کنار اربابانش سپری بکنه، و این از نکات بسیار بسیار ترسناک و هولناکی هستش که در اصحاب مماشات چطور شهروندان خودشون رو در معامله با رژیم حتی به اصطلاح گوشت دم توپ میکنن و قربانی میکنن. بله آقای دبیش، به عنوان آخرین سوال، عملیات تسخیر سامانه های وزارت خارجه رژیم چه بازتابی در میان نیروهای رژیم و چه تأثیری روی مردم ایران خواهد داشت؟ اکثر عمل خود رژیم که خب کاملا مشخصه، ما این رو در تواصل در همیشه همواره دیدیم، اقتدارش تکذیب هستش، و بعد اینکه اصلا مهم نبود یه قسمت به اصطلاح سایت عادی مورد به اصطلاح به قول خودشون هک شده و اونها هم چیز مهمی نبوده، افرادی که اونجا مطرح، مثلا یکی به اسم الهی کولایی گفته بود که نه این اخبار من اصلا عضو وزارت خارجه نیستم، در حالی که پاسپورت خدمت داشته، و اینها رو میشد از طریق دیگه هر چیز دیگه بگیره، یعنی به اصطلاح تخفیف و مینیمیزی کردن این عمل هستش، این از خود رژیم هستش، ولی روزنامه های رژیم به تفصیل به این قضیه پرداختن، همونجور که عرض کردم ایلنا و ایرنا و همینطور تعداد دیگه از رسانه های رژیم به این قضیه پرداختن، جزئیات اون رو مطرح کردن، و همشون این هستش که خب وقتی سایت وزارت خارجه رژیم به عنوان بالاترین و به اصطلاح مطمئن ترین ارگان امنیتی حفاظتی و حال وزارت خارجه هر کشوری بسیار مهمه، اسنادش اساسا قابل دسترسی برای هیچ چیز نیست، این در اختیار یک گروه مقاومت، یک گروه وابسته به مقاومت قرار میگیره، مسلماً برای هواداران رژیم ترس‌آور، مسلماً پیام میشین هستش که شما به هیچ وجه در این زمینه‌ها در امنیت قرار ندارید، اما چون که به مردم و در سطح جامعه ما برمیگرده، خب این همونطور که عرض کردم نشون میده که مقاومتی هست سازمان یافته با کانون‌های شورشی، با افراد جان برکف، با افرادی که با شبانه روز در تلاش هستند برای دسترسی به آزادی و استقلال مردم ایران، و در این زمینه خب
بهای بسیار سنگینی هم پرداخته شده. اثر این در روی مردم بدون شک، در روی عامه مردم عرض میکنم، بدون شک روحیه مقاومت و روحیه جنگندگی رو بالا میبره و در مقابل در کمپ مخالف، یعنی در باید بگم در کمپ ضد خلق، در کمپ در جبهه ضد خلق باید عرض کنم، و همه عوان انصارشون در داخل و خارج چیزی جز یأس و ناامیدی و سرنوشت و نشون دادن سرنوشت محتوم آنها، یعنی شکست به دست مردم و به دست مقاومت ایران نخواهد داشت و نداره. بله، خیلی ممنونم از شما آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.